شاهی. روز شمار نیاکان، برنامه ای از شبکه زد ان تیوی. پس از واقعه کربلا، بازماندگان امام حسین را به شام نزد یزید فرستادند که علی ابن حسین نیز در بین آنان بود. آنگاه یزید رو به امام سجاد کرد و گفت: ای علی ابن حسین، به خدا پدرت حق خیشاوندی مرا رعایت نکرد و با من بر سر قدرتم به نزاع پرداخت و خدا با او چنان کرد که دیدی، و آیه 29 سوره شورا را خواند: آنچه از رنج و مصائب به شما میرسد همه از دست اعمال زشت خود شماست، در صورتی که خدا بسیاری از اعمال بد را عفو میکند. پس از آن بازماندگان امام حسین به خانه یزید رفتند و از زنان خاندان معاویه کس نماند که گریه کنان به پیشواز نیامده باشد. سه روز عزای حسین گرفتند و یزید همواره این جمله را می گفت: خدا عبیدالله ابن زیاد را لعنت کند، به خدا اگر کار حسین به دست من بود هر چه می خواست می پذیرفتم، حتی با تلف شدن جان یکی از فرزندانم مرگ را از حسین دور می کردم، ولی خدا چنان مقدر کرده بود. سپس یزید کس نزد زنان فرستاد که از تو چه گرفتند؟ هر که هر چه گفت دو برابر آن را به آنها داد، به طوری که سکنیه دختر امام حسین گفت: هیچ کس را که منکر خدا باشد از یزید ابن معاویه بهتر ندیدم. آنها را به همراه محافظی پارسا به مدینه فرستاد.